الرحمن الرحیم با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت یک و یک شما خوبان و عزیزان. آرزو میکنم در هر کجایی که هستین خوب و صحتمند و تندرست باشین. خوشحالیم که هفته دیگری فرا رسید و ما از یک دیگر از سلسله برنامه های خودم میسازم در خدمت شما عزیزان قرار داریم. این هفته به نایه اول گذر ده باغ مراد مرکزی آمدیم و میخواییم که برنامه خودم میسازمت را از این گذر ثبت کنیم. بخش های مختلف این گذر را میبینیم و در نتیجه مشاهده میکنیم که این گذر مستحق چند نمره میشه. پس تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. به ادامه برنامه خودم میزازمت خوش آمدین. در این قسمت از برنامه در خدمت رئیس شورای گذر آقای امید توخی هستیم و میخواییم که با ایشان صحبت داشته باشیم. آقای توخی اگر در ابتدا لطف بکنین در ارتباط به این گذر صحبت بکنین که چی تعداد خانوار در این گذر زندگی میکنن؟ در گذر میاری، گذر ده یا گذر میاری که شده باغ مراد بیش از 800 خونه زندگی میکنند. حدود 100 تقریبا 5400 فهمیدم. اگر لطف بکنین در ارتباط به این صحبت بکنین که حدود عرضه گذر چگونه است؟ گذر باغ مراد یک گذر کلونی بود چون که یک پروسه میاری که از طرف اتحادیه اروپا یک ایمیج اوهی گرفته شد و باغ مراد به 4 حصه تقسیم کرد. گذر فعلی که شما از اینجا موقعیت داریم گذر مرکزی باغ مراد شده و 3 گذر دیگه از این سوا شد که به نام های گذر جینو، جی 11 و جی 12 می باشد. که شمالی رو به سرک کجه سیوانسار می خوره و این طرف اینو بندی که هست به سرک سیمیتره و در جاد باغ مراد و طرف شهر قضیه البته به سرک جاده ریاست ریاست امنیت ملی و غرب ازی هم به سرک کوچه دولت خانه و منطقه ازنا. تشکر از شما. اگر موافق باشین با هم بخش های مختلفی از گذره رو میبینیم. پس شما هم با ما همراه باشید. طوری که ما مشاهده کردیم متاسفانه این گذر تاکنون تابلوی ورودی گذر نداشت و همچنان تابلوی فرعی. دلیل از چی هست و شما در زمینه چی اقداماتی داشتید؟ خب گفتیم که ما چون که باغ مراد به 4 حصه تقسیم شد و در بخش نام ها از ما خود اطلاعات و فرهنگ به خود ریاست شهرولی ما پلان های داشتیم که مثلا گذر مرکزی باغ مراد را اول به اسم عبدالله ابن مبارک ما مسمی کرده بودیم. خب باز چون که ما یک عوض تاریخی داریم اینجا و ما عوض به نام عوض باغ مراد و باز همین بحث ها بمون به چند وقتی که باز ما بیشتر تحلیل کنیم که همین گذر مرکزی باغ مراد ما به این باغ مراد مرکزی مسمی باشه آیا همین صحیحه چون که ما از بزرگای منطقه از مستفیدان از ملا امام و مسجد از اینا ما یک مشوره داریم و بکردیم و این کار ما تقریبا 80% پیش رفته. همین گذر مرکزی باغ مراد باید تصویب بشه با باغ مراد. این پلان های ما هست و در بخش کوچه های فرعی ما وقتی که ما گذر اصلی پر ما نامگذاری و مسمی از این بشد کرسی ما تکمیل شد و کوچه های فرعی ما عموما طبق همو گذر ما رده بندی میشه باغ مراد مرکزی 1، 2، 3 و اینا همه تحت پلان هست انشاءالله که بزرگترین فرصت این کار ما مهم خوشبختانه همه قسم که گفته شد بیشتر خانه ها پلاک داشتن و این یک نقطه قوت هست به گذر شما. آیا از نظر شما کدام خانه هست که هنوز پلاک نداشته باشه در این گذر؟ نه الحمدلله تمام گذر ما پلاک های همگی تکمیل شده و خلاص شده حتی تمام پلاک ها نصب شده به خانه ها. از بابت پلاک ها هیچ مشکل انشاءالله نداره. تشکر از شما. در قسمت تابلوی ورودی گذر و تابلوی کوچه های فرعی چون وجود نداشت اما صحبت هایی که شما داشتین پلان هست که کار بکنیم باز هم مستحق 2 نمره میشین به خاطر که شما حداقل برنامه دارین در این زمینه و در قسمت پلاک خانه ها مستحق 5 نمره میشین که مبارک شما باشه. یکی از ویژگی های مهم یک گذر خوب داشتن پاکی و نظافت هست. پیرامون این مسئله باز هم با رئیس شورای گذر صحبت میکنیم. آقای توخی از نظر شما پاکی و نظافت در یک گذر چقدر مهم هست؟
پاکی و نظافت اول خو پاکی و نظافت جز ایمان ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و نظافت خانه و منطقه نداره، همچنین که ما خانه خود پاک میکنیم و نظافت مراد میکنیم بعد منطقه کوچه و گذر خود را هم تکوشه باشیم و در بخش نظافت الحمدلله مردم منطقه ما کوشش میکنند که فضای پاک داشته باشن و همکار هم بریم و در بخش بردن آشغال ها ما با چند شرکت خصوصی تنظیف مشترک کار میکنم برای ما، تمام همه افراد این منطقه ما گذر دک هستن، این حتی ماوار یک معاشی دارد که برای همه نفر میدن و تمام همه آشغال ها ما از حساب دم خونه ها میبره و در بخش کوچه هم ما نفر داریم کوچه ها رفته دو بار پنجشنبه و دوشنبه، اینا یک پاکتری دارن که اگر کدام آشغال میمانه اصلا از اطفال اینا مندازم از اینا به حساب از اینا جمع بری میکنم. آقای توخی، پیشتر گذرها که ما دیدیم در زمینه نظافت و پاکی زیاد توجه داشتن و گذر شما هم همچنین، اما در چند کوچه ما متوجه شدم که کمتر در زمینه توجه شده بود، فکر میکنین دلیل زیادی چی هست؟ دلیل از این اوله که ما در همه منطقه که ما و شما فعلا قرار داریم یک کوچه بومیه که اول یک کوچه خوردی بود که ما ایره به همکاری مردم کوچه کلوم کردن، عقب نشینی دادن و ما کانال عمومی کش کردیم و بعض کوچه هایی که مثلا بعض مشکلات داره هنوز کانال های فرعی ما به زو کش نشده، کانال عمومی ما کش شده و این تحت پلان عاد ما همینه که ما انشالله به زودترین فرصت ما یک پروژه داریم از طرف ریاست شهرولی و نهیه اول که ما تمام کوچه ها متراج بشده، کانال ها ما همگی متراج معلوم شده که ما این پروژه خود تقریبا حساب کارهای اداری از او 50-60% پیش بردیم که انشالله کار عملی هم به زودترین فرصت باید بشه و خدا مهربانه کشه و همین مشکل ما گفتیم همین کانال های فرعی مونه، انشالله که امور ما رفع کنیم دیگه از بخش کوچه ها ما از این مشکلات انشالله حل میشه، چون که گذرامون معیاری شده هر منطقه باغمراد به 4-3 تقسیم شده و هر سی حاله افرادی هستن آمدن به حساب وکالت و ریاست شورا و کوشش اینا همینه که بازسازی به این منطقه ما بشه و انشالله ما همین راسته کوشش میکنیم که از این بهترتر تشکر، چون بیشتر موقعیت های گذر شما پاک بود و بحث نظافت رعایت شده بود، فقط جز چند کوچه که ما مشاهده کردیم، اما چون برنامه های بسیار خوبی روی دست دارین و یک سری دلایل عنوان داشتین، به خاطر که بیشتر تشویق بشین هیچ نمره کم نمی کنیم و 5 نمره به گذر شما ادامه کنیم، انشالله که مبارک شما باشه. وجود مراکز آموزشی و ورزشی برای یک گذر هم از اهمیت خاص برخوردار هست، تا اینکه ساکنین گذرها به آموزش و ورزش دسترسی داشته باشند. شما مکانی که استاده مکان ورزشی هست، مکان ورزشی هم جیمنازیومی که فوتبال و والیبال و بسکتبال بازی میکنم، در پهلوی از این ما یک کلاب رزمی هم داریم در پهلوی از این جیمنازیوم که کلاب بوکس و ورزش های رزمی ما در بخش مکتب، چون که مکتب گذرای همجوار ما نزدیکه ضرورت خاصی نیه که مکتب دولت، چون بحث ورزش و آموزش هست، چقدر اهالی این گذر علاقمند هستند به آموزش، به تعلیم و تربیه و همچنان به ورزش؟ الحمدلله تمام همه گذر ما 100% خواهان ورزش، خواهان تحصیل، مردم روشن فکر، مردم با فرهنگی و کوشش از اون نهی اینا به سر اطفال اینایی که مراکز آموزشی باشند و مراکز ورزشی باشند، الحمدلله از جیمنازیون ورزشی خیلی استقبال میکنن، تمام تایم از این به شب و روزی فعال و در گردش تمام مردم از استقبال بکردن و میکنن، چون که یک مکان پاکه، مکان سالمیه به حساب صحت مفیده و تمام افرادی هم که منطقه هم گذاره نزدیک به خانه های دلجم هم از اولاد خواه، از اطفال خواه، از همه که بزین جگاه می هم یک مکان امنی برین هست و ورزش هم خود و سلامتی بدن، آموزش هم که همچنین رشد و فکری انسان رو بالا می بره و هر دو چیز اینا تمام هم یه گذر ما هم فکرم بزید. تشکر شما. در قسمت وجود مراکز آموزشی و مکتب هیچ نمره از شما کم نمی کنی و مستحق 5 نمره میشین، مبارک شما باش. بیننده عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدین. همان گونه که مشاهده میکنین
در یکی از مساجد پنج وقت گذر باغ مراد مرکزی هستیم و می خواهیم که در ارتباط به موجودیت مساجد صحبت بکنیم. آقای توخی، موجودیت مساجد بسیار مهم هست در هر منطقه. صحبت بکنیم که در این گذر چند مسجد پنج وقت دارین و چند مسجد جامع. ما بزی گذر مرکزی خو 4 مسجد پنج وقت داریم و یک مسجد جامع باغ مراد که مسجد جامع عمومی ما و شما هسته. همینا مسجد های 4 مسجد پنج وقت یک مسجد جامع بزرگ داریم. تشکر از شما. بحث پاکی و نظافت بسیار مهم هست برای مساجد و وضوخانه ها. طوری که ما مشاهده کردیم واقعا در این زمینه همکاری زیاد مردم دارن. دلیل از این موفقیت شما در چی میبینید؟ خب موفقیت همین که تمام اهالی منطقه دین مبین اسلام مانه مساجد زیاد اهمیت میدن و ملای ما و مسجد ای اگه وعدت و اخوات همین منطقه ما نشون میده که مسجد زیاد علاقه مندی خاصه دارن. شما در تصویر میبینید بله بله. در حساب مسجد ملای ما و مسجد اینا همگی یک علاقه مندی خاصه دارن و کوشش میکنن که مسجد اینا پاک باشه، نظافت مراد میکنن همه چیز. تشکر از شما. بله بیندای عزیز، دوری که شما مشاهده میکنین این مسجد کتابخونه هم داره، جای برای کفش هم مد نظر گرفته شده و واقعا بسیار پاک و منظم هست و مطمئنن که این بیانگر از این هست که مردم در این زمینه بسیار همکاری دارن. به این خاطر در این گزینه هم مستحق 5 نمره میشن. انشالله که مبارکشون باش. به ادامه برنامه خوش آمدین. یقیناً که همکاری مردم و ساکنین هر گذر با رئیس شورا و وکیل گذر بسیار مهم هست و میتونه که در زمینه افزایش موفقیت های هر گذر تاثیرگذار باشه. پیرامون این مسئله میخوایم که با آقای فرهاد توخی، یک تن از باشندگان این گذر، صحبتی داشته باشه. آقای توخی، همون قسم که گفته شد همکاری مردم بسیار مهم هست با وکیل گذر و رئیس شورا. شما و سایر ساکنین گذر چقدر در این زمینه همکاری دارن؟ مسئله همکاری مردم گذر با وکیل گذر و رئیس شورا یکی از مسائل بسیار مهم و عمده است. اگر مردم با وکیل گذر و رئیس شورا همکار نباشه، اینجا دقیقاً مشکلات زیادی به وجود میاد. بنابراین همکاری مردم در تمام بخش‌ها، چه در بخش تنظیف جاده ها و به حساب کوچه ها باشه، چه در بخش همکاری در حل منازعات، در همه بخش ها همکاری مردم یک رول بسیار عمده و اساسی در گذر چه داره. با همکاری با وکیل گذر و با رئیس شورا یک بسیار کار عمده و اساسی که باید مردم شما کار باشه. بعضی مواقع میبینیم خانواده های وجود دارن و یا ساکنین وجود دارن که کمتر احساس مسئولیت دارند در این زمینه. آیا در این گذر شما چنین خانواده های سراغ دارید؟ الحمدلله در همه گذر ما همه مردم با وکیل گذر و رئیس شورا همکار هستند در تمام بخش ها. قبلا هم اونا همکاری خود با جناب وکیل صاحب و رئیس صاحب شورا ابراز داشتند. معمولا همه مردم ما در این گذر با وکیل صاحب گذر و رئیس صاحب شورا همکارند. ممنون شما. با توجه به صحبت هایی که شما داشتین و نظریات که ما جلب کردیم از تعداد از ساکنین، واقعا این همکاری وجود داره. پس در این زمینه هم مستحق 5 نمره میشین. انشالله که موفق و معید باشین. ایندای عزیز، شما به ادامه برنامه خودم میسازمت خوش آمدید. میگم در این قسمت از برنامه در خدمت آقای بشیر احمد توخی، وکیل گذر ده باغ مراد مرکزی هستیم و میخوایم که با ایشان صحبتی داشته باشیم. وکیل صاحب، موضوع عقب نشینی در هر گذر بسیار مهم هست. در این زمینه شما چی برنامه های در این گذر دارید؟ ما دیگه قسمتی از منطقه گذر ما هست عقب نشینی بشده. قسمت تقریبا 30% دیگه ما برای عقب نشینی داریم. او هم ما امیت تحت پلان داریم که بخیر به امیت زودی های نقزیک امشالله اینا را هم به عقب نشینی بکنیم. یک بس عقب نشینی عمومی گذر هست و یکی هم ای است که وقت خانه تازه ساخته میشه، امو کسی که خانه را میسازه در زمین همکاری میکنه. پیرامون این مسئله صحبت بکنین، زمانی که یک فرد خانه میسازه چقدر در بحث
عقب نشینی همکاری میکنن؟ اونا دیگه عقب نشینی خوب چیز مسلمیه که باید هر کس که خونه میسازه جلویتر عقب نشینی مگر مرد نظر بگیره. از شهرولی هم به اینجی به اصطلاح بریم مکتوب داده شد که مگر هر زمانی که خونه ساخته میشه باید شما جلویتر متوجه به عقب نشینی باشیم، مسلمان ها کمک میکنن. البته طوری که ما دیدیم در بعضی از بخش ها کمتری مسئله رعایت شده، شما آیا در این زمینه برایشان موضوع را مطرح کردین یا خیر؟ صد فیصد اونا خودی ما همکاری نشون دادم که هر زمان خونه ساخته شه همون طبق مقررات شهرولی همو عقب نشین کنیم. ممنون شما. با توجه به این که شما همیشه پیرامون این مسئله تاکید میکنین و تشویق میکنین، نمره کم نمیکنین و انشالله 5 نمره کامل برای شما اعدام میکنیم. تشکر، انشالله مبارک شما باشه. وکیل صاحب، طوری که ما مشاهده کردیم بیشتری از بخش های گذر مسئله روشنایی رعایت کرده بودن و در بر خانه لام نصب بود، اما در بعضی از قسمت ها مشاهده کردیم که عمو موقعیت تاریک بود و مسئله روشنایی کمتر رعایت شده بود. دلیل از این چی هست؟ دلیل او ما تقریبا شاید 70% ما همی دامنی خونه ها لام داشته باشه، فقط 30% دیگه تمام که کمکری شده بود از قبلن تو هم اول خدا ما خودی از این مردم هم تماس بشدیم و اینا هم 100% نفایب را 100% دادم که شاید تامی آخر هفته به خیر هم ارتک می کنم. به خاطر که فعلا که ما برنامه ثبت میکنیم شب هست و این موضوع به وضوح دیده میشه، به این خاطر ما دیدیم. امیدواریم که انشالله در این زمینه تمام باشندگان محل همکاری خود داشته باشن، به خاطر که بیشتر همکاری بکنن. من میخواستم که دو نمره کم بکنم، اما یک نمره کم میکنم و در قسمت روشنایی داخل کوچه ها یک گذر مستحق 4 نمره. بعضی از کوچه ها هنوز کنکریت نشده، اما خوشبختانه بیشتر کوچه ها و قسمت های گذر کنکریت شده. دلیل از این چی هست که هنوز بعض کوچه ها باقی مانده؟ فقط یک قسمت خیلی کم، فکر کنم 10% باشه که ما کوچه ها کنکریت نداریم. 90% دیگه کوچه ها ما جاده ها کلن سمت شده و همین کانال های هم قسمت های کوچه ها فرعی کانال های مشکل داشتیم، اونا را ما هم پیشنهاد دادیم به طریق شهرولی و به نهیه. بالاخره یک مؤسسیه که بکنم 13 گذار ما 10 پوریجه برای ما به اصطلاح کانال و سمتگری پوریجه دادن. انمو هم ما همین جدول ها خورجور کردیم، هم متراج کردیم، کل براورد کردیم به شهرولی تقدیم کنیم. کنکریتی کوچه ها توسط نهادهای همکار صورت گرفته ویایی که خود مردم همکاری کرده؟ خود مردم بود. نهادها هیچ کمک نشده، هیچ کوچی سمت نشده، همه به کمک خود مردم. تشکر از شما. چون یک چند کوچه هنوز باقی مانده، فقط یک نمره کم میکنیم و در قسمت کنکریت کوچه ها گذر شما مستحق 4 نمره میشه. شما بیننده برنامه خودم میسازمد از نایه اول گذر 10 باغ مراد مرکزی هسته. فکر صاحب، داشتن یک لیست برای توزیع کمک ها و یا تهیه فرست محرومین یک نیاز هست که هر گذر باید داشته باشه و این وظیفه وکیل گذر هست. در این زمینه شما چی کارهای را انجام داده؟ ما یک فرست داریم، از کل مستضعفین داریم، معلولین داریم، شهدا داریم، بیوه زن و صغیر و یک کمک داشتیم که مخصوص برای بیوه زن ها بود. بنو چند روز جلوتر که ما به تعداد 30 کار فقط برای بیوه زن ها ما از این گذر توزیع کردیم. شما در بعضی از گذرها گلای های وجود داره که گویا کمک ها به مستحقین از او نمیرسه، آیا در گذر شما همچنین خانواده های وجود داره؟
خانواده ها دیگه توقع هست، توقع هست. خدایی برای شما بگیم که ما سعی کوشش و تلاش مهمی است که همو چیزی که کمک میشه با کسی که واقعا مستحق با مستحق برسیم. تشکر از شما. ما هم پرسان کردیم یقینا که شما در این زمینه تلاش کردین و فرست وجود داشت و کمک های شما هم نهایتا خوب بود، به این خاطر در این زمینه هم مستحق 5 نمره میشین. انشالله که برای شما مبارک باش. پیندای عزیز، طوری که مشاهده میکنین در دفتر کار وکیل صاحب گذر هستیم. یقینا که داشتن دفتر برای هر وکیل گذر مهم هست و همون قسم که ما مشاهده میکنین وکیل صاحب یک دفتر معیاری دارن و جای بسیار مناسبی هست و یک نقطه قوت هست به این گذر. انشالله که در هر گذر امیدواریم که وکیل صاحبای گذر دفتر کاری داشته باشند. و یک مسئله دیگه که بسیار مهم هست بحث نشست های منظم اعضای شورا با وکیل صاحب گذر هست. میخواهیم که پیرامون این مسئله با وکیل صاحب صحبت بکنیم. وکیل صاحب، داشتن جلسات و نشست های منظم اعضای شورا با شما بسیار مهم هست به خاطر که شما بتانین روی مشکلات بحث بکنین و یک راه حل پیدا بکنین. جلسات شما چگونه هست و چی زمانی برگزار میشه؟ جلسه ما که هست با اعضای شورا 100% آماده و هر 15 روز یک جلسه ما داریم همراه رئیس شورا و عضو شورا و معاون و منشی اینا. بله. هر 15 روز یک جلسه داریم. در این جلسات بیشتر روی چی موارد صحبت میشه؟ واقعیت برای شما بگم به این مشکلاتی که ما به می گذر داریم حتما خود شورا ما هم آهنگ میکنیم. باز وقتی که به اینجا جلسه رو میگیریم انشالله همون باز به نتیجه میرسه و همون کار خوش شده. از نظر شما تدویر جلسات چقدر مؤثر بوده در زمینه رشد و انکشاف این گذر؟ 100% 100% مهم نشست ها ما، جلسه ها ما 100% نتیجه میده. بله. ما هم پرسان کردیم از تعدادی از اعضای شورا و گفتن که بله جلسات ما منظم هست. باز هم گفتیم که نظر شما داشته باشیم. پس پناهن نمره کم نمیشه و در قسمت هم مستحق 5 نمره میشه. در قسمت اساس برنامه قرار داریم که امانا اعلان نمره گذر هست. قبل از اینکه اعلان بکنیم که این گذر چند نمره گرفته، بخواییم که پیام وکیل صاحب گذر را داشته باشیم. وکیل صاحب، برای ساکنین این گذر چی پیام داره؟ پیام همینه که اول یک جان تشکری میکنم از اینا. واقعا خود ما همکار 100% هم ما از اینا رزیم دیگه بیشتر با شما همکاری کنم. 100% ممنون شما. دوست دارین چند نمره بگیرین؟ دوست دارم 90 نمره بگیرم. 90 نمره؟ چرا 10 نمره دیگر نگفتین؟ دیگه به واسطه از اینکه شاید کمای فسریایی باشه خود ما هم قضاوت رو بکنیم. بله. واقعا کارهایی که داری گذر انجام شده قابل قدر هست. در جایی که مشکلات هست و چالش های وجود داره انشاءالله خوب هست که روی از اونام کار بکنین. فقط 2 نمره کم گفتین. گذر شما مستحق 88 نمره شده. مبارک شما باشه. نمره بسیار خوبی است. انشاءالله که همیشه موفق و مایت باشه. زحمت کشیدیم. یک جان تشکر از زحمت کشی شما که به زی گذر ما آمدیم. یک جان تشکر. خواهش میکنم انشاءالله که همیشه موفق و مایت باشید. و تشکر از شما همراهان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. آرزو میکنم که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. به انتهای برنامه نزدیک شدیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز هم از طریق برنامه خودم میسازمت در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به الله پاک و بی‌همتا می‌سپاریم.